اخیرا کتابی به روی اینترنت گذاشته شده از طرف مهرداد مهرپور محمدی و در این رابطه با عنوان کنایه‌آمیز بردار کردن عاطفه به مسائل مختلفی پرداخته میشه، از جمله پدیده روسپیگری در جمهوری اسلامی، فقر و فحشا، گسترش و کاهش سن فحشا، عملکرد حکومت جمهوری اسلامی در امور تربیتی و بسیاری از مسائل دیگه که در اطراف مسئله اعدام عاطفه در ایران گفتگو صورت میگیره. برای اینکه ببینیم مهرداد مهربور کی هست و چگونه کارشو پیش برده، به یوتیوبری میریم و با خودش صحبت میکنیم. آقای مهربور سلام و وقت شما بخیر در یوتیوبری. سلام به شما حمید عزیز و شنوندگان گرامی رادیو صدای زنان. از شما که فرصتی برای گفتگو در اختیار من گذاشتید سپاسگزارم. آقای مهربور، کتابتون عنوان کنایه آمیز بردار کردن عاطفه رو داره. میتونید برامون به طور مختصر بگید که این کتاب به چه موضوعاتی پرداخته؟ بله، کتاب بردار کردن عاطفه به اعدام عاطفه سهاله، معروف عاطفه رجبی، میپردازه که ایشون دختر بچه‌ای بود که در سال 66 در شهر نکا در استان مازندران به دنیا آمد و در 25 مرداد 83 در همون شهر نکا اعدام شد. ویژگی هایی داشت اعدام عاطفه که این سنش بود که در زیر سن 18 سالگی بود، میبایستی که در دادگاه اطفال محاکمه میشد. قاضی به دروغ سنش 22 سال اعلام کرده بود و ایشون از سلامت روان برخوردار نبود، مسئولیت کیفری نداشت، به تقاضاش هم برای بررسی موضوع توسط پزشکی قانونی توجهی نشده بود. عاطفه مجرد بود ولی قاضی در رأی که صادر کرده بود اعلام کرده بود که عاطفه به اتهام زنای محسنه محکوم به اعدام میشه. عاطفه از وکیل برخوردار نبود و چند نکته دیگه که به هر صورت وقتی که این اعدام علنی شد و گسترده شد اطلاع رسانی در این ارتباط، مسائل مختلف و واکنش های مختلفی رو برانگیخت و من هم از اونجایی که به هر صورت خودم در استان مازندران زندگی می کردم و نسبت به مسائل زنان هم پیگیریش علاقه مندم، سعی کردم که در این ارتباط یه فعالیتی داشته باشن در حد توان خودم. در حاشیه این مسئله که شما بررسی کردین، شما به مسائل دیگری هم در جمهوری اسلامی پرداختین، از جمله اعدام کودکان، واکنش خارج از کشور به این اعدام ها، بیانیه ها و اطلاعیه های جمعیت ها و انجمن های مختلف دفاع از حقوق بشر و زنان. اینا همه هم گردآوری کردین و به یه صورت یک مجموعه از مدارک اینها رو نیز انتشار دادین. هدفتون از این کار چی بود؟ ببینید، همونطور که شما هم میدونید، من در مقدمه همین کتابم نوشتم که تاریخ کشور ما در دوره حکومت ننگین جمهوری اسلامی واقعا خونبار هست. سردمداران جمهوری اسلامی دست به انواع اقسام جنایت ها زدن واقعا در طول این دوران حکومت. به هر صورت میبایستی که اینها ثبت بشه و اینها بمونه. من برای اینکه به سهم خودم همونطور که گفتم یک حرکتی انجام داده باشم و آنچه را که در منطقه‌ای که به هر صورت بودم و بعد اطلاعاتی هم داشتم راجع به این موضوع رو بتونم منعکس بکنم، مراجعه کردم از منابعی که در دسترس بود و اینجا بایستی که این را هم عنوان بکنم. ممکنه که برخی از مسائلی که مطرح شده راجع به عاطفه در این کتاب نیومده باشه به این جهت که من دسترسی نداشتم و الا سعی میکردم که به هر صورت کار کاملتری رو ارائه بدم. در این حال آنچه که بر عاطفه گذشت فقط محدود به یک شخص هم نمیشه. از ویژگی های رژیم جمهوری اسلامی زن ستیزیش هست دیگه و اعدام هایی هم که در ایران اتفاق افتاده شما میبینید که بسیاری از این افراد دختران و زنان بودن. من تمایل داشتم که این رو بیارم به عنوان به هر صورت یک نمونه، در این حال یک توضیح هم بدم با آوردن منابع دیگری که حق و حقوق کودکان و زنان به هیچ عنوان در ایران رعایت نمیشه. به طور کلی در ذات این حکومت زن ستیزی و پایمال کردن حقوق زنها نهفته است.
و اون چیزی که شما میبینید که در بخش های دیگری من پیش روی خواننده گذاشتم برمیگرده به این که اینطور احساس کردم که دونستن اینها به آگاهی خواننده ها کمک میکنه و بعضی از مسائلی که وجود داره مثل تناقضاتی که در عمل کرد و ادعاهای حکومت وجود داره رو با اون میشه بهتر توضیح داد. میشه گفت یه جور تاریخ نگاری کردی، یعنی میخوایی که یک مسئله تاریخی رو با جزئیاتش برای ثبت در تاریخ نگه داری؟ به نوعی میشه گفت بله، این هم هست که به هر صورت یک واقعی رو با آنچه که راجع به اون دیگران نوشتن، چون همونطور که شما هم اشاره کردید غیر از آنچه که به صورت مثلا دلنوشته ها و بیانیه و اطلاعیه های سازمان ها هست، شما میبینید که من نوشته های حقوقی و آنچه که مربوط به این موضوع بود رو هم جمع‌آوری کردم و اونجا ارائه کردم و فکر میکنم که همونطور که شما گفتید بله، ثبت یک بخشی از تاریخ هست به نحوی. در مورد عاطفه رجبی حرف و حدیث خیلی زیاد هست، یه بخشش خب به صورت واقعی، یه بخشش شاید. شما چقدر امکان داشتی که اینا رو از همدیگه تشخیص بدی که چه بخشی از این حرفایی که زده میشه واقعی هست و چه بخشش بیشتر به شکل شایع پیش رفته؟ ببینید عاطفه رجبی یا عاطفه به اساس اون اسم خانوادگی اصلیش عاطفه سهاله هست، از اونجا که ایشون بعد از چند سال آمده در شهر نکا پیش پدر بزرگ و مادر بزرگش زندگی کرده، به نام خانوادگی پدر بزرگش که رجبی بود شهرت پیدا کرد. من یک نکته رو بگم که حتی در مورد افرادی هم که به انحراف کشیده میشن و مسائل اخلاقی در موردشون مطرح میشه، باز هم مقصر اصلی خود حکومت جمهوری اسلامیه، چرا که شرایطی رو فراهم کرده که خیلی از افراد برخلاف میل باطنی و بر اثر زور و شرایط تحمیلی تو اون شرایطی قرار گرفتن که به انحراف کشیده شدن. در واقع اعدام فردی مثل عاطفه رجبی این از بین بردن معلول هست، به فرض این که ما بپذیریم که اصلا طبق همون قوانینی هم که اونجا هست میباید اعدام بشه، حتی این فرض رو هم داشته باشیم، از بین بردن معلول هست. در واقع باید علت رو از بین برد که همون حکومت جمهوری اسلامی است که شرایط رو به طور کلی شما میبینید به نوعی فراهم کرده، با غارت ثروت‌های ملی مردم به فقر و بدبختی کشیده شدن و سرنوشت‌های بدی متاسفانه در انتظار یه بخش زیادی از مردم هست. عاطفه رجبی دختری بود که زندگی دردناکی داشت، پدر و مادرش در بچگی از هم جدا شده بودن، مادرش پس از اینکه دوباره ازدواج کرده بود چند ماه بعدش در تصادف اتومبیل کشته میشه. حالا من اینها رو خیلی نمیخوام تو اینجا توضیح بدم که بله فقط به این مسئله اختصاص میدم. بله بله. بعد شما در مجموع میبینید که این شخص بدون اینکه قصد داشته باشه آگاهانه با اراده ازش سوء استفاده میشه و در نتیجه انحرافاتی در رفتارش به وجود میاد. ولی بنا به آنچه که افرادی که بررسی کردن این به لحاظ قانونی و مسائل اجتماعی متفق القول بودن که یک چنین سرنوشتی نمیبایستی که برایشون رقم زده میشد و یک چنین مجازاتی نبایستی که انجام میگه. گفته میشه که گویا با افرادی از نیروی انتظامی و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ارتباط داشته و به همین علت میخواستن اعدامش کنن که در واقع یک سندی رو از سر راه خودشون بردارن. دقیقا گفته شما درسته، چند نفر از پرسنل نیروی انتظامی همونطور که افشاگری بعدن اینها از وضعیت زندگی عاطفه که نابسامان بود اطلاع داشتن و از عاطفه سوء استفاده جنسی میکردن. اسامی دو تا از این افسرها در یکی از سایت های اینترنتی بنام پیک ایران منظور شده بود که سروان مولایی و سروان ربیحی بود. اینها از افراد اصلی اون گروهی بودن که به عاطفه تجاوز میکردن و قاضی هم خودش در این کار نقش داشت و اینها دلایل بسیار محکمی بود همونطور که شما هم اشاره کردید برای سرپوش گذاشتن روی این جنایت ها و رفتارهای وحشیانه و غیر انسانی
تصمیم گرفته بودن که عاطفه رو اعدام بکنن و یه موضوع بسیار مهم اینجا هست که شما در مجموع آنچه که گذشت میبینید که واقعا چه حکومتی در کشور ما الان فعلا مستقر هست که به راحتی افرادی که در موقعیت های قرار میگیرن که اختیار زندگی دیگران، اختیار جان و مال دیگران در اختیارشون هست، به جای اینکه اینها رو حسب وظیفه‌ای که در همون قوانین خود این حکومت هم گنجونده شده به نفع احسن انجام بدم و اونها رو نگاهبانی بکنم، متاسفانه بدترین سوء استفاده و حداکثر سوء استفاده رو دارن. بله مهداد، کتاب رو از کی شروع کردی؟ چند وقت رو این کتاب کار کردی؟ این کتاب خیلی قطوری هست و دقیقا 375 صفحه. از کی شروع کردی این کتاب رو به جمع آوری مطالبش؟ کتاب عاطفه بردار کردن عاطفه، این ابتدا در سال 89 من این شروع کردم. اون موقع در قالب یک مقاله این رو منتشر کردم، در نشریات و سایت های متعددی آمد، مثل نشریه بعض، سایت تبرستان، 8 مارس، بیک ایران و یه تعداد دیگه از سایت ها. بعد از اون من احساس میکردم که این موضوع باز جا داره که بهش پرداخته بشه و برای من یکی از اولویت های کاری بود. مجددا در سال 90 به این کار پرداختم، چون همون احساس داشتم، همین که بعضی از افراد محبت کردن نظرات خودشون رو برای من فرستاده بودم که این کار رو میپسندیدم و احساس میکردن که جا داره تکمیل بشه و من در مقدمه کتاب هم به این اشاره کردم. خواهان این بودن که بیشتر این مطرح بشه، مسائل رو بیشتر باز بکنم. به طور کلی میشه گفت در مجموع این دو مرحله که روش کار کردم یک سال و اندی وقت برده برای این کار. بله، اگه کسی الان مایل باشه که این کتاب رو تهیه کنه باید چی کار کنه؟ از کجا میشه تهیه کرد کتاب شما رو؟ من خودم وبلاگی دارم، البته من دو تا وبلاگ دارم که یکی از اونها partov.wordpress.com هست که در این وبلاگ من تمام آثار مربوط به مسائل سیاسی، حالا اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی همه رو میذارم. این رو در اونجا گذاشتم. میشه یه بار دیگه با دقت به یکم شمرده تر بگی که بله بشنوش؟ پرتوف بله، پرتوف با وی اون آخرین کلمه، آخرین حرف، partov.wordpress.com. بله، چون نیرو گرفت از ورد. بله. من در اینجا اون کتاب رو در دسته که کارهای خودم رو معرفی میکنم گذاشتم و علاقمندان میتونم به اونجا مراجعه کنم و نسخه رو به صورت PDF دریافت کنم. بله، کتاب PDF اونجا هستش. بله، و در سایت تبرستان هم هست که سایت تبرستان ناشرش هست، tabarestan.info. بله، tabarestan.info هم از اونجا هم میتونن این کتاب رو به صورت PDF فایل دانلود کنن و بخونن. ولی شما به زودی این کتاب رو به شکل کاغذی هم چاپ خواهید کرد و به بازار خواهید داد. بله بله، این کار هم داره انجام میشه. من بایستی که یه تشکری هم داشته باشم که برای اینکه این کار به هر صورت ویرایش و آماده سازی بشه برای چاپ، یکی از دوستان زحمت بسیار زیادی کشید و تمایل هم نداشت که نامشون رو ما ذکر بکنیم، نامشون در شناسنامه کتاب نیومد و من از این دوست گرامی و سایر دوستانی که در انتشار این کتاب به من کمک کردن، از جمله به صورت کاغذی که شما هم اشاره کردید قراره که چاپ بشه، من همینجا یه سپاسگزاری از اون دوستان دارم. بله، مهداد، کارهای دیگه هم در نظر داری؟ کارهای دیگه هم در دست داری که انجام بدی؟ بله، من قبل از این هم یک کارهای انجام دادم. میخواید من ابتدا اونها رو اشتر. بله بله حتما. من کارهای قبلی من در زمینه کتاب ها، من دو تا کتاب قبل از این منتشر شده از من که یکیش ویرانی کشاورزی در جمهوری اسلامی هست که این توسط انتشارات نشریه دانشجویی بعض منتشر شد و گویا که تخصص خود شما هم در همین مسئله کشاورزی هست. من خودم هم بله کارشناس کشاورزی هستم. بله. من این رو همونطور که اشاره کردم، ویرانی کشاورزی در جمهوری اسلامی توسط نشریه دانشجویی بعض منتشر شد، مجموعه مقالاتی هست در حوزه کشاورزی. کتاب دوم به نام سلامت جامعه در حکومت جمهوری اسلامی بود که توسط سایت تبرستان منتشر شد.
و یه تحقیق بود درباره وضعیت مصرف مواد غذایی و فعالیت‌های ورزشی در طول دوره حکومت جمهوری اسلامی که من اونجا اون نقاط ضعف و مسائل مشکلات رو نشون دادم. به هر صورت یه اشاره اینجا داشته باشم که سعی میکنم در کارهای خودم این کارها یاد تحقیقی و پژوهشی داره تا جایی که منابعی که هست در دسترس رو استفاده میکنم. این کتاب هم میشه اونجا همون سایت تبرستان و توی وبلاگ خودت اونجا پیاده کنه دیگه؟ بله، اینها هم در سایت تبرستان هست، هم در وبلاگ خودم هست و در سایتی که چون نشید اون ابتدا رو اولی رو نشید هم توی بعض منتشر کرده، خود اونها هم این رو در وبلاگ های خودشون دارن. و اما کارهای آیندت، من البته یه اشاره دیگه داشته باشم که اینا کتاب های من بود، من یه تعداد مقاله هم نوشتم که من حالا یه اشاره اگه اجازه بدی به این. بله حتما حتما. که اینها رو اینها هنوز در کتابی گردآوری نشده، کشاورزی ایران و حذف یارانه ها، برخی انواع تقلب در فروش برنج، نگاهی به واردات محصولات کشاورزی در جمهوری اسلامی، نقش حکومت جمهوری اسلامی در نابودی منابع طبیعی و محیط زیست، جنگل های ایران و رژیم توکل جمهوری اسلامی، پارک ملی سرخ حصار و چند تا مقاله دیگه هم هست که 3-4 مقاله دیگه که اینها رو من نوشتم و در سایت های مختلف منتشر شده. علاوه بر اون تا حالا 20 برنامه رادیویی هم درباره مسائل کشاورزی ایران ضبط و پخش شده که در این برنامه مسائل مختلفی رو من مثل امور زمین یا مشکلات کشاورزان و روستاییان، بنیادها و عملکردشون در بخش کشاورزی و واردات بیرویه محصولات کشاورزی در جمهوری اسلامی رو مطرح کردم و اون بر علیه سیاست ها و عملکرد حکومت جمهوری اسلامی افشاگری کردم. بله بله، خیلی مایل بودیم که یه دفعه هم باز در فرصت مناسب بتونیم در همین بخش ها با شما هم یه صحبتی داشته باشیم، به خصوص در مورد همین مشکلات کشاورزی و زمین در ایران که اونم میذاریم برای یه وقتی که فرصت مناسب تری داشته باشیم. اما خب ادامه کارات رسیدی، اگه به اونجا رسیدی حتما بگو که چه کارهایی در دست داری. در دست که 3 کار رو برای آینده در دست دارم که یکیش در حوزه مسائل زنان هست، برمیگرده به فعالیت های زنان در حوزه کشاورزی. حالا بعد البته بعدا اون عناوینش رو به شما اگر در آینده امکان پذیر شد خواهم گفت. و 2 کار هم در حوزه مسائل کشاورزی هست اصلا. بله بله، بیشتر حالت تخصصی داره. اینها رو فکر میکنم که یکی از اینها لاغت تا یکی 2 ماه آینده در بیاد. چقدر خوب، منتظر هستیم که این کتاب هم در بیاد و در اون مورد هم از اطلاعات شما استفاده بکنیم. پس شما سایت خودتون اگه ممکنه یک بار دیگه برای شنونده های ما بگین و اگر حرفی نگفته مونده حتما میکروفون در خدمت شماست. خواهش میکنم. من اشاره داشته باشم که 2 وبلاگ دارم. اون وبلاگ اشاره کردم به نام partov.wordpress.com وبلاگ عمومی هست که غیر از کارهای خودم مسائل مختلف مربوط به بیشتر کشور خودمون رو و عملکرد و سیاست های جمهوری اسلامی رو افشان میکنه در اونجا قرار میدم. و وبلاگ دیگه به نام teamjar.wordpress.com دارم که این وبلاگ تیمجار رو اختصاص دادم به کارهای خودم که در زمینه کشاورزی و محیط زیست منتشر کردم و منتشر میکنم. تیمجار معنی خاصی هم میده؟ بله، تیمجار به معنای خزانه برنج هست در زبان مازندرانی که وقتی شما میخواهید که شالیکاری رو شروع بکنید، چون کشت به سطح غیر مستقیم انجام میشه، ابتدا یک خط زمین کوچیکی رو انتخاب میکنن، در اونجا این رو تا یه مرحله پیش میبرن، بعد به زمین اصلی منتقل میکنن. بله، اونجایی که نشاهای برنج رو میکارن دیگه. دقیقاً بله، دقیقاً درسته. پس در تیم جار شما بیشتر مسائل تخصصی در رابطه با کشاورزی رو اونجا مطرح کردید. بله بله بله، دقیقاً همونطور که شما فرمودید. بله، دوستان اگر کسانی هستن که به این مسائل علاقه‌مندن میتونن از اونجا اطلاعات خیلی خوبی رو به دست بیارن. من در ارتباط با نکته که گفتید که اگر که اجازه بدید من خیلی کوتاه در این پایان صحبت. بله خواهش میکنم. من یه نکته رو میخواستم بگم که وقتی که شما به عملکرد حکومت جمهوری اسلامی دقت میکنید، مسائلی رو که مربوط به
حقوق بشر میشه، رفتاری که جمهوری اسلامی نسبت به رعایت حقوق بشر داشته رو میبینید که در هیچ دولتی در طی این حکومت رعایت نشده، و این اینطور نیست که فقط مخصوص و ویژه سالهای اخیر باشه. بله. در ارتباط با اعدام عاطفه ما میبینیم که زمانی که اتفاق میفته زمانی هست که یک دولت اصلاح طلب سرکار هست به اصطلاح، و نه تنها نسبت به این جنایت ظلم آشکاری که اتفاق افتاد انتقادی نشد، بلکه روزنامه های وابسته به دولت در جهت تخریب عاطفه و حقانیت دستگاه قضایی اینها اقدام به انتشار نوشته های خلافی هم کردن، و من امیدوارم همونطور که گفتم به هر صورت متاسفانه شرایط زندگی و مرگ عاطفه سهاله که بسیار دردناک هم بود یه سند گویایی است درباره فساد و ظلم و ستمی که در دستگاه حکومتی جمهوری اسلامی نهادینه شده است، و این ثبت و یاداوریش امیدوارم که به مردم کمک بکنه که به هر صورت آنهایی که ممکن در جریان نباشن، بخشی از مردم که در اون تصمیم گیری هایی که دارن با هوشیاری بیشتری عمل بکنن. بله، اتفاقا من نوشته ای رو میخوندم همین امروز در مورد ترانه بیات در شیراز. بله. در سن 16 سالگی در واقع به قتل رسونده بودنش در زندان های شیراز، و به جرم وابستگی به گروه های سیاسی گرفته بودنش بعد از اینی که فهمیده بودن هیچ وابستگی نداره. مسئول زندان که البته همه اسما و آدرسشون اونجا هست بهش تجاوز کرده بود و در حین تجاوز به قتل رسونده بود خانم ترانه بیات رو در شیراز سال 60. بله، من امیدوارم که شرایطی فراهم بشه که تمام این افرادی که متاسفانه به هر صورت جان خودشون از دست دادن اینها با ارائه اسناد و مدارک یادی ازشون بشه و اینها بمونه که آیندگان هم بدونن که چه روزهایی بر این مملکت گذشت، و دیگه شرایطی فراهم نیاد که پیش نیاد که افرادی از اعتماد این مردم سوء استفاده کنن و چنین حکومت خونخواری رو برپا کنن. بله، با تشکر از شما آقای مهداد مهرپور محمدی در گوتنبرگ سوئد. من هم تشکر میکنم از شما و شنوندگان محترم رادیو صدای زنان.